ادامه برنامه از خریوا خوش آمدین. دوستان عزیز همچنان با شما هستیم از ادامه این برنامه و اینجا در برنامه جناب آقای دکتر حکمت الله حیدری عامل کلینیک صحی اوزه کرباس در برنامه از خریوا با ما هستن و میخواییم در ارتباط به کلینیک صحی اوزه کرباس وضعیت خدمات و وضعیت دوا برای مردم مراجعین صحبت هایی خواهند داشت. انشالله که این بخش برنامه با ما همراه باشه. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. تشکر، دنیای سپاس از اینکه شرایط مساعد شد ما به تلویزیون شما دعوت شدیم و گفتنی ها که داریم خود شما انشالله شریک میسازیم برای مردم و برای کسایی که در کلینیک صحی اوزه کرباس مراجعه میکنن. بسیار تشکر جناب دکتر سی. اگر در ابتدا در ارتباط به کلینیک صحی اوزه کرباس صحبتی داشته باشین، تاریخچه کلینیک و در کل اگر معرفی بکنین کلینیک برای ما بسیار خوب. کلینیک اوزه کرباس یک کلینیک صحی است که خدمات صحی برای مردم ارائه میکنه و ساعت کاری از یو از ساعت در 6 ماه اول سال فرق میکنه، در 6 ماه اخیر سال هم فرق میکنه. در 6 ماه اول سال از ساعت 8 شروع میشه تا ساعت 4 خدمات و در 6 ماه اخیر سال از ساعت 8 تا ساعت 3 و نیم. کلینیک دولتیه که تقریبا 20 سال پیش مؤسسه اوکندن اینترنشنال با کمک مردم شوراهای صحی تعداد گذاری شد و تا فعلا خدمات صحی برای مردم اجرا میکنه و پل ارتباطی بین مردم و شفاخانه حوزوی میباشه کلینیک صحی. مناطقی که تحت پوشش قرار میده کلینیک اوزه کرباس اگر بیان کنیم بسیار بسیار صحیح. کلینیک اوزه کرباس تقریبا 37133 نفر مردم منطقه تحت پوشش از اونا داره که یک قسمت از اون مربوط به سایه ولسوالی انجیل میشه، یک قسمت سایه مربوط به دهی هفت میشه. خود حوزه کرباس سایه از غلوار دیگه، یک قسمتی از محل ایثار، آب برده، قلوون، حوادث، سینون، رباط بازوخان، رباط کابولیا، اینا مناطقی است که تحت پوشش مرکز سایه حوزه کرباس قرار داره. بسیار این مراجعینی که میاین به کلینیک صحی اوزه کرباس معمولا از داخل شهرن یا نه بیشتر از مناطق؟ من فکر میکنم که بیشتر از تمام ولایت افغانستان هم اینجا مراجعه میکنن، تنها از منطقه نیستن به خاطر که یک عده مهاجرین زیاده که آمدن خانه خور ترک کردن یا آمدن به منطقه اوزه کرباس، اونا هم مراجعه میکنن، از خدمات صحی برمن میشن و خود اوزه کرباس و از لایه‌های مختلف شهر هم مراجعه میکنن. بسیار. و پرسونالی که جهت خدمت رسانی برای مردم همکاری میکنه به تعداد چند نفر؟ پرسونال صحی اوزه کرباس به 10 نفر میرسه که خدمات از اینا از ساعت 8 و نیم شروع میشه تا ساعت 3 و نیم. بخش های مختلف برای مردم بازه، از جمله خدمات واکسیناسیون اطفال زیر 5 سال، خدمات واکسیناسیون برای مادرهای حامله و برای خانم های جوان 15 تا 45 سال، همچنین بخش سوء تغذیه برای اطفال فعال، بخش توبرکولوز ما فعال، بخش خدمات سرپایی یا اوپیدی مریضان تداوی میشه، بخش قابلگی ما هم ولادت های نرمال، هم خدمات این سی پی این سی، هم توزیع ادویه به شکل رایگان در حد امکان برای مردم باز کلینیک. بسیار عالی. در ارتباط به خدمات رایگان صحبت شد، چی بخش ها و چه خدمات این کلینیک برای مردم به صورت رایگان انجام میشه؟ خدماتی که توری کجا هست ذکر کردم، همین خدماتی که من به شما گفتم همه رایگانه. دفتر محترم اعدا به کمک این جوها دیگه برای ما کمک های شایان کرده، مخصوصا رئیس محترم دفتر اعدا و معاون صاحب دکتر صاحب رحیمی مسئول تکنیکی شبکه انکشافی اعدا بسیار خدمات شایانی برای کلینیک انجام دادن. در قسمت ترمیمات کلینیک برای ما پیشینه بازی همکاری میکن، در قسمت توزیع ادویه هر وقت ما کمبود ادویه دوچار میشیم عاجل برای ما اکمال میشه اکسیژن و تمام دواهایی که در قسمت فامیلی پلانینگ، در قسمت ولادت ها، در قسمت تشخیص و تداوی اطفال زیر 5 سال میشه همه رایگان برای مردم هست. بسیار عالی. و آنچه که دوا و دارویی که نیاز باشه موجود هست انشاءالله؟ شما میفهمید که در یک سال 4 فصله. بله. و هر فصل به نوبه خود امراض مختلف وجود داره و کسایی که در هر فصل مراجعه میکنن به حد توان ما در
دوایی که موجود باشه به خدمت مردم هست به شکل رایگان، فیس دکتر نمیپردازن، نسخه که میگیرن دوای نا کاملا از داخل مرکز اجرا بشه و خیلی به ندرت اگر کدام دوایی که ما نظر به تشخیص که میکنیم نداشته باشیم از بیرون نوشته میکنیم و برای مردم قابل قبول است و تا گران نیست. مثل یک کلینیکی که شخصی باشه که نقصان 1000 بشه، 2000 بشه، 500 بشه، ممکنه 100 روپیه 150 روپیه الی 1.5 200. بسیار خب، وضعیت کلینیک امروزا چگونه میبینید؟ والا عروضی که مشکل اقتصادی شدیدن دامنگیر مردم شده، بیشتر مردم های به کلینیک ما مراجعه میکنن، نه تنها به کلینیک ما مراجعه، به تمام کلینیک های که تحت پوشش دفتر محترم اعدای مراجعه میکنن، صرف به خاطر که هم دوای و رایگانه، هم فیس کسی از اینا نمیگیره. اگر شما فکر کنیم یک مریضی بره به یک کلینیک شخصی ولادت کنه، حداقل تا او که بیرون میشه 2000 تا 3000 افغانی هزینه برمی داره که خوشبختانه در 110 کلینیک که در تحت پوشش دفتر محترم اعدا هست همه خدمات رایگانه، حتی ولادت از او تمام دوایی که نیاز باشه قابلی ما به خدمت اینه. 2400 اتاق ولادت گرم بخری مجهز روشن، هم برقی هم گازی، و این بهترین خدمت برای مردم که در همین شرایط ما میتونیم دست مردم خور بگیریم و از این طریق یک کمک کرده باشیم برای مردم. بسیار عالی، کار بسیار خوب و نیکیست. در فصل سرما قرار داریم و همونطوری که بیان کردین در شرایط بد اقتصادی، همکاری کلینیک ها و دکتر صاحب باید با اقشار مختلف جامعه چگونه باشه؟ من فکر میکنم دکتر صاحبایی که تحت چوکات دفتر محترم ادا هستن همه تعهد کاری دارن، همه از نسل همین مردم است و شرایط بزن آماده شده که بیرون از کشور برن. خوشبختانه که تاوال کدام عامل کلینیک مرکز سیر ترگ نکرده، کدام پرسنل مرکز سیر ترگ نکرده که حتی به ایران بره که راحت برای ما مردم ایران، ایران رفتن آسانه نرفتن. و 24 ساعت کلینیک های سی سی داریم و شفاخونه های داره که اینا به خدمت مردم هم شبانه روز کار میکنن و از طرف دفتر محترم اعدا جناب دکتر سیرمی، دکتر سیر فخری اینا سوپرویژن میشه و تمام خدمات که اگر کدام مشکلی باشه اینا یادداشت میکنن، به زودترین فرصت اینا حل میسازن و به خدمت مردم مسلمان منطقه. بله، و باید مردم چگونه در قبال این خدمات باید چگونه باید امو مواردی که نیازه انجام بده؟ مثلا صحبت شما برای مردم گفتنی و توصیه شما برای مردم چیست؟ خب من گفتنیای دارم برای مردم مسلمان، نه تنها در مراجعین تحت پوشش مرکزی و ذکرباز، در تمام جایی که میرسن، چون کلینیک های دولتی معمولا بیروبار بیشتر میباشه، صبر و تحمل داشته باشن و هر کدوم علاقمندن که به زودترین فرصت دکتر سیمونا رو ببینه، به زودترین فرصت نقصه نایجرا شه، به زودترین فرصت برن به خونه. خب بنان امکان پذیر در هیچ کلینیکی نیه، باید یک کمک صبر و تحمل کنن. در قسمت نظافت کلینیک باید مراقبت به همراه ما همکار باشم، در قسمت حفظ و صحی اطفال که میارن به کلینیک باید همراه پرسنل صحی همکار باشم و در تمام کلینیک ها تلویزیون های نصب در رابطه به نظافت، در رابطه به خدمات مراکز صحی اینا باید از او گوش کنم، استفاده کنم و همین گپایی که صبح و صبح همکارایی که در قسمت تعلیمات صحی برنامه های مختلفی که از طرف دفتر محترم اعدا برای ما آورده میشه برج به برج، اینا رو به همسایه‌ها خوب برسونم از طریق کلینیک، تا باشد که یک کشور پاک، یک کشور سالم، افراد سالم، مادران سالم داشته باشیم. بله، از بیروبار و اینکه اجرای نظافت صحبت شد، وقتی به یک مرکز صحی مراجعه میکنه یک شخص، اگر نظافت و اون موارد بسیار مهم مد نظر نگیره، فکر میکنین اون مریضی از او دوچن و یا هم دو برابر میشه یا خیر؟ بله، شما به جره نستین که انواع اقسام امراض از تاثیر، اکثرا از تاثیر خوردن غذای ناسالم به وجود میایه، عدم مراعات حفظ و صحه به وجود میایه و عدم درست کنترل مریضی در خانه. که یک مریضی که در خانه وجود نیست، ما چی رقم او رو بتونیم در خانه اول تداوی کنیم به شکل بسیار سنتی، در مثلا مایعات گرم داشته باشیم، شیر داغ بنوشه، برای اطفال که زیر 5 سال شیر همراه زردچوبه توصیه میشه، مثلا مسکنات مسئول وجود داده شه، در صورتی که نشود بازو به مراکز صحی مراجعه میکنه. در ضمن از در کلینیک ما 10 پسته صحی در قریجات مختلف که ما به شکل روبار ماوار بزونه ادویه توزیع میکنیم که اگر طفلی در خانه شب مریض میشه یا در روز کلینیک بسته، چون کلینیک ما به شما عرض کردم که ما تا ساعت بس انواع اقسام فصل سال فرق میکنه، در 6 ماه اول سال ما تا 4 بجیم، در 6 ماه اخیر سال تا ساعت 3 نیم بجه، وقتی که ما از اونجا میریم کلینیک ما مثلا بسته است،
و ما پستای صحی داریم و در خدمت از اون پستای صحی انواع اقسام دوا هم برای مادر، هم برای بزرگسالان، هم برای اطفال است که تا که سبا روز میشه کلینیک باز میشه همو خدمات صحی رضاکارا ما برای مردم اجرا میکنه. بله، آیا کارهایی هم صورت گرفته، پلانهایی هم هست که کلینیک به صورت 24 ساعته فعال باشه؟ چون گفتیم که از ولایات امکان داره از مناطق دوردست مراجعه بکنن، اگر در خدای نکرده کدام ساعت بیان مراجعه بکنن که پرسونل در خدمت از اونا نباشه و یا هم کدام کلینیک صحیح نباشه و یا کدام پلان ها برنامه سردفته خیر. من فکر میکنم انشالله که در آینده نزدیک بسیار کلینیک با اطراف شب هم کدام کارمند استخدام شه که خدمات برای مردم اجرا کنم. من اول برای شما عرض کردم که ما پل ارتباطی بین شفاخونی حوزوی و مردم هستیم. در صورت کدام کسی اگر مراجعه کنه، ما چون آمبولانس نداریم، اون رو توسط آمبولانس یک مرکز صحیح دیگه که در کنار ما هست، مثلا کلینیک بابای بر، کلینیک مثلا مناره، اینا خدمات همکار هستن، آمبولانس عاجل روان میکنه، مریض ما انتقال میده، ما از طرف شوم ان شاء الله رمان در آینده پلان است که کدام کارمند صحی در بخش ولادت ها اینا برای مردم مسلمان منطقه استخدام شه. بله، احساس شما میخوایم بدارم در زمان خدمت برای مردم وقتی اقشار مختلف جامعه مراجعه میکنن، و احساسی که شما دارین در زمان خدمت رسانی به مردم و همکاری برای از اونا چگونه هست؟ من اگر بگم شاید خودستایی باشه، من فکر میکنم اکثرا مردم حداقل 80-85% از خدمات مرکز صحی ما راضی هستن. ممکنه 15% هم ناراضی باشن، به دلیل که اونا توقع از اونا بالاتر از سطح یک شفاخانه حوزوی‌ه. ما یک کلینیکی برای شما عرض کردم که یک BC است، یک کلینیک مرکز صحی جامعه، و اون برادرانی که مراجعه میکنن ممکنه توقع از اونا بالاتر از ما باشه. مثلا اینجا سونوگرافی خواسته باشه، مثلا اینجا اکسری خواسته باشه، مثلا اینجا ECG خواسته باشه، در توانمونیه، ممکنه از ما آزارده باشه. 85% مردم، حداقل 90% مردم از خدمات ما راضیه و ما هم از مردم خود راضییم. بسیار عالی. کدام مشکلات و مواردی هم هست که انشالله در آینده های نزدیک پلان باشه که اونو اجرا بشه و به طور درست‌تر عملی بشه؟ و انشالله مشکلاتی که داره ما در قسمت پرسونل، که اگر پرسونل ما گاهی وقتی به ترنینگ خواسته میشه، جای از او کسی نیه که خدمات اجرا کنه. بنابراین اگر امکان داشته باشه مثلا برای قابله یا مثلا برای واکسیناتور ما اگر چی اجراد میشه، اگر به شکل بهتری بشه که مثلا یک قابل وقت بهترین خواسته باشه، کلینیک ما مثلا معمولا 20ه، یک قابل بکاپ برای ما روان کنم، این کار خوب میشه. در قسمت ریاست محترم ساعت آمد دفتر محترم ادا همیشه همکار ما بودن و هستن و خواهند بود. بسیار عالی. در قسمت محیط کاری کلینیک صحی اگر صحبت بکنین، وقتی بیروبار میشه آیا مکانی برای کنترل ازدحام و شلوغی هست یا خیر؟ ما در مراکز صحی، نه تنها در مراکز صحی، ما در تمام مراکز صحی انتظارگاه وجود داره، هم برای طبقه اناس هم برای طبقه ذکور، که اگر اونجی میشینن فضای گرمی برای از اینا در فصل زمستان مساعد است که اونجی بخری گزیر از ما روشن است، از ساعت 7 روشن میشه تا ساعت 3 که ما هستیم، و بیشتر توقع مردمی است که همه عاجل دیده شن. بله، که امکانان دیه. بنابراین بیروبار در تمام مراکز صحی به خاطر که خدمات از اون رایگانه، دوا از اون رایگانه و در بخش‌های مختلف، بنابراین توقع مردم مسلمان منطقه بیشتر است. امیدوارم که با طالبات صحی که همکارام صبح طبق پلانی که دارم در شکل روزانه و سطح معلومات مردم بالا بره، کار کردم به نوبت خوب بشینم و تلاش نکنن تا دکتر صاحب یا قابل صاحب که در اون قسمت هست اونا رو به شکل بسیار آرام معاینه کنه، تداوی کنه و به زو رضایت جلب کنه. بسیار عالی. کدام خاطره ای هم از زمان خدمت رسانی برای مردم و خود و همکاری برای از اونا دارین؟ خاطرات خود شما میفهمید در تمام کلینیک ها زیاد است، و من یک خاطره که تازه برای من اتفاق افتاد، یک مریض تحت تداوی پلان تبرکلوز بود، ما او تداوی کردیم و این آدم به کلینیک ما چون اعتماد نکرد، ای کمی پولدار بود، ای گفت ما دکتر صاحب میرم با پاکستان. خب گفتیم برای چی میفهمی تا با چه کار ویلای داره اونجا میرم؟ بالاخره چون پروگرام تبرکلوز است که دو تا کارت ما جور میکنیم، یکی آیدی کارت برای شخص که همون تمام دوایی که میگیره و تشخیص از او نوشته میشه و عکس از او شخص نصب میشه، و یک کارتی هست که کارت داره در پیش کاربند سیما میمونه. بعد از 20 روز دیدیم میامد، امروز جلسه شورا سیما ما داشتیم، دیدیم خورمون داخل دستا همکارا ما و بسیار بغلکشی روبوسی، گفتیم چی گپه؟ گفت بیا که ما دستا شما رو بوس کنم.
موضوع گفتم چیه، باز استاد شد به میکروفون گفت ما حق دست همین دکتر صاحبا مبوس کنم. من رفتم به کراچی، بعد از اینکه گرفتم مراجعه کردم، آزمایش خونشون دادم، کارت قدی شما امرای دوای کلینیک حوزه کرباس، گفته پیش هر دکتری که همین دوا شروع کردید همین دواتونه، پس میری میخوری. گفت از اون جهت تا یک قرص من نگرفتم. ما بودم که شما تشکر کنم که تداوی که در همین سایه بسیار کوچک میشه در کشور پاکستان، در یک شهر بسیار بندری و تجارتی، همون دکتر آدم مسلمانی بوده و جمله جماعت تبلیغ هم گفت بوده، گفته همین دوار که هر دکتر داده همین دوار ادامه بده، تشخیص و تداوی تو توسط همین کلینیک اجرا میشه. بله بسیار عالی، این برای ما خوشحالیه. بسیار عالی. پرسونل صحیح و استعدادهای ورزیده ای که ما در خود کشور خود داریم، اگر صحبت داشته باشیم امکان داره اشخاص برای تداوی به بیرون از کشور برم، آیا این همین امکانات و پرسونل صحیح و ورزیده در خود کشور و در خود ولایت ما موجود هست یا خیر؟ شما به جریان هستیم، خدمات که فعلا در سایه ولایت هرات میشه، حتی در دیگه ولایت ها نمیشه. بله. ولایت درجه یک هرات و خدمات از اینا مردم ما معذرت اگر مردم ما اعتماد کنن و پرسنل صحی و متخصصین فوق العاده دارن که در آسیای میانه بی‌نظیره. بله. حتی کسای از آلمان آمده اینجا پیوند گرده اجرا کرده، حتی عملیات های بسیار سطح بالای دریداد اجرا شده و هدفی است که مردم ما به تبلیغات سوی کشورهای بیگانه گوش ندهن و به دکترها ایمان داشته باشن، اعتماد داشته باشن. ما مطمئنم تمام امراض این تداوی میشه. بله. و اگر خدمات به روزتر و پیشرفته تر در خدمت پرسنل صحی قرار بگیره، آینده بخش صحی و مراکز صحی چگونه میبینید؟ من فکر کنم اگر خدمات یا همو ترنینگ هایی که برای پرسنل صحی برگزار فعلا میشه، همیال جریان داره در قسمت های مختلف، به کتگوری های مختلف پرسنل جریان داشته و دفتر محترم ادا اشرایت مساعد کرده که تمام دکتر صاحبان، نرسا، قابله ها، واکسیناتور ها اینا به ترنینگ شرکت کنم و بالا بردن ظرفیت از اینا انجام شده و انجام میشه. من فکر کنم نسبت به 10 سال گذشته هرات بسیار پرسنل صحی فعال، اکتیو و با دانشی داره. بسیار عالی. و همین اکتیو بودن و فعال بودن پرسنل صحی باعث جلوگیری از به وجود آمدن اکثر امراض در خود جامعه و آگاهی مردم هم امروزه نسبت به گذشته تا حدودی میشه گفت بالاتر رفته. بله، بله، بله. چقدر مردم با شما همکاری میکنن در قسمت موضوعات صحی؟ امکان داره در قسمت نظافت، در قسمت بیروبار، چقدر تا فعلا شما رضایت دارید؟ ما خو از مردم خو 100% راضییم، به خاطر که در هر مرکز صحی یک شورای صحی داریم ما. بله. شورای صحی متشکل از جوان ها هست، ملا امام هست، دانشگاه هست و طبقه اوناس و ذکور و همچنین از مریضان شفایافته توبرکلوز و همچنین از استادای مکاتب که همراه ما ارکانند. در هر ما یک جلسه داریم، خدماتی که در کلینیک اجرا میشه و ترنینگایی که اجرا داده میشه اونا به جامعه انتشار میدم و مردم فکر میکنن روز به روز بهتر شده میرن در قسمت نزد، در قسمت تداوی استندک، در قسمت نخوردن ادویه خودسرانه. بحب. ما راضی هستیم مردم. بسیار عالی، نکته بسیار خوب اشاره کردین. در اخیر هنوز هم متاسفانه دیده میشه بعضی مواقع استفاده از ادویه های خودسرانه که متاسفانه بعداً کان داره منجر به مرگ یک شخص هم بشه. چگونه ارزیابی میکنین و نظر شما در این رابطه چیست؟ من فکر میکنم در تمام دنیا، نه تنها در افغانستان، استاندارد همینه که هیچ شخص ادویه بازاری حتی از دواخانه خودسرانه استعمال نکنه. بله. چرا که افراد مسلکی در ولایت هرات زیاد هستند خوشبختانه، چی در بخش خصوصی چی در بخش دولتی، آنقدر شرایط آسان شده که هر طبقه، چی اوناس چی ذکور، مراجعه کرده تحصیلات خود بالا برده در قسمت طب و طبابت، در قسمت فارمیسی، در قسمت قابلگی. و من فکر میکنم فعلا هرات نسبت به دیگه ولایت‌ها بهتر، ادویه خودسرانه بسیار به ندرت استفاده میکنه. بسیار عالی. و به عنوان آخرین سوال، اگر کدام صحبتی باقی مانده باشه و پیامی داشته باشین در خدمت شما هستیم. تشکر میکنم از ریاست محترم، همچنین از شما برادرایی که شرایط مساعد کردین و همچنین از جامعه مدنی که همیشه کلینیک ما بازدید میکنن و همچنین از فعالان مدنی میاین، خصوصا آقای احمدی کامات چندی بار کلینیک ما ارزیابی کردم و از ما رضایت کامل داشتین. خدا کنه که همیشه موفق باشین و جلسات بعدی هم شرایط به دیگه کلینیک ها هم مساعد شه که با اونا هم درد دل داشته باشین. بسیار تشکر محترم دکتر حکمت الله حیدری،
عمر کلینیک سی از کرباس از اینکه امروز در برنامه عصر ریوا با ما بودید. تشکر، زنده باشین، دنیا سپاس. و تشکر از شما عزیزانی که بیننده برنامه عصر ریوا هستین. با ما همچنان باشین، برنامه ادامه داره.